خبری کوتاه که میلیون ها بریتانیایی منتظر شنیدن آن بودند. واکسن کرونا ظرف چند روز آینده در دسترس قرار می گیرد. آژانس ناظر بر داروها و محصولات بهداشتی در بریتانیا ایمنی واکسن کرونا ساخت فایزر بایونتک را تایید کرده. به این ترتیب بریتانیا اولین کشور جهان است که واکسیناسیون همگانی برای مقابله با کرونا را آغاز خواهد کرد. وزیر بهداشت بریتانیا به بی بی سی گفته که در مرحله نخست 800 هزار دوز برای تزریق در دسترس قرار می گیرد. بعد از آن سرعت تزریق واکسن به سرعت تولید آن بستگی خواهد داشت. از هفته آینده میتونیم واکسیناسیون را شروع کنیم. اول واکسن را در دسترس افراد آسیب پذیر میذاریم. برای هر فرد دو تزریق انجام خواهد شد که بین هر تزریق باید 21 روز فاصله باشد. بعد از واکسیناسیون افراد آسیبپذیر پذیر، واکسن در دسترس بقیه مردم قرار می گیرد. این نه تنها جان مردم را حفظ می کند، بلکه کمک می کند که همه ما به زندگی عادی و آنچه دوست داریم برگردیم. شرکت فایزر با حدود دو هفته پیش اعلام کرد که نتایج آخرین مرحله از آزمایش ها روی این واکسن نشان می دهد که 95 درصد مؤثر و البته بی خطر است. این شرکت هنوز منتظر تایید واکسن از سوی سازمان غذا و دارو امریکاست. در بریتانیا هم نظر مردم درباره واکسن دو دست است. دسته که از خبر تایید واکسن استقبال می کنند. خبر خوبیه، خبر خیلی خوبیه برای تموم کردن سال 2020. و این دسته دیگر که هنوز درباره واکسن تردید دارند. نمی‌دونم. خوب واضحه داروهای زیادی هستن که خیلی سریع تولید میشن اما معمولا چند سال روشون آزمایش میشه بعد در دسترس عموم قرار میگیرن برای همین تردید دارم البته واقعا برای اونایی که ریسک ابتلاشون بالاست خبر خیلی خوبیه خبر مهیا شدن واکسن در بریتانیا برای این مرد هم بردی سیاسی بود. نخست وزیر بریتانیا به خاطر عملکرد دولتش و اعمال محدودیت های اخیر برای کنترل شیوع کرونا از سوی همهزبی هایش تحت فشار بود. این اما اول راه است و واکسیناسیون دشواری های خاست خودش را دارد به ویژه زمانی که به مرحله توزیع گسترده میرسد بریتانیا چهل میلیون دوز از واکسن کرونای ساخت شرکت فایزر بایونتک را سفارش داده که برای واکسینه کردن 20 میلیون نفر کافی است. واکسن های ساخت شرکت های دیگر هم ممکن است به زودی تایید شوند و در دسترس قرار بگیرند. یکی از آنها واکسن ساخت شرکت مدرن است که از تکنیک مشابه فایزر استفاده کرده. بریتانیا هفت میلیون واکسن ساخت مدرنا را هم سفارش داده. در این نو جدید از تکنیک mRNA استفاده شده که در آن با بکارگیری یک کد ژنتیکی به بدن یاد داده می شود که چگونه با ویروس کرونا مقابله کند. این نخستین بار است که این نوواکسن در سطح گسترده به انسانها تزریق می شود. شیده هوشمندی، بی بی سی.